شاهکاری احمد مسعود با مردم افغانستان. مرد در پروان همسرش را با ریسمان خفه کرد. دزدان از نزدیکی پاسگاه طالبان در سمنگان 1,000,000 افغانی پول نقد یک قالین فروش را سرقت کردند. طالبان 3 تن به شمول یک جنرال حکومت پیشین را در کابل بازداشت کردند. دست کم 28 طالب در بدخشان به دلیل خوردن غذای آلوده به چرس مسموم شدند. مولوی عبدالکبیر به پنجشیر سفر کرد. و زلنسکی: آمریکا نمیگذارد اوکراین به افغانستان دوم مبدل شود. با یاد خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. دزدان از نزدیکی پاسگاه طالبان در سمنگان 1,000,000 پول نقد یک قالین فروش را سرقت کردند. منابع محلی در سمنگان میگویند که دزدان در فاصله 200 متری حوضی اول شهر ایبک، مرکز این ولایت، نزدیک به 1,000,000 افغانی پول نقد یک دوکان قالین فروش را سرقت کردند. منابع محلی میگویند که این رویداد شنبه شب 1 ثور رخ داده است. منابع می افزایند که دزدان نزدیک به 1,000,000 افغانی را از دوکان قالین فروش نجیب الله سرقت کردند. نیروهای طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. اما پیش از این طالبان قید شبگردی افراد ملکی را در شهر ایبک به دلیل جلوگیری از جرایم جنایی وضع کردند. مرد در پروان همسرش را با ریسمان خفه کرد. منابع محلی از قتل یک زن از سوی همسرش در ولایت پروان خبر می دهند. منابع به روزنامه 8 صبح تایید می کنند که این رویداد یک شنبه شب 2 ثور در روستای دیمالا از مربوطات ولسوالی بگرام رخ داده است. این زن از سوی شوهرش با ریسمان خفه شده و به قتل رسیده است. یکی از باشندگان ولسوالی بگرام درباره دلیل قتل این زن گفت: شوهرش برایش گفته بود که با برادرم هیچ وقت حرف نزنی، اما به دلیل اینکه هر دو خانواده در یک حولی زندگی میکردند و آن زن ناگزیر به صحبت کردن با برادر همسرش شده بود، شوهرش او را شب هنگام به قتل رسانده است. فرد متهم به این رویداد پرویز نام دارد و از سوی طالبان در کابل بازداشت شده است. این زن دو فرزند خردسال داشت و حدود 6 سال پیش عروسی کرده بود. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. شاهکاری های احمد مسعود و مردم افغانستان. 32 عملیات نیروهای جبهه مقاومت در 40 روز اخیر. 113 طالب تروریست در 4 ولایت افغانستان کشته و زخمی شدند. نیروهای جبهه مقاومت با راه اندازی عملیات چریکی علیه طالبان در بخش های مختلف کشور 113 طالب را کشته و زخمی کردند. از میان 52 طالب هلاک شده و 62 طالب دیگر زخم برداشتند. مجموع عملیات های نظامی با 32 عملیات خلاص می شود. از زمان عملیات ها از 18 حدود 14 تا پایان ماه عمل سال روان خورشیدی را شامل می شود. عملیات های نظامی در ولایت های کابل، غور، تخار، پروان، بغلان و بدخشان انجام شده است. طالبان 3 تن به شمول یک جنرال حکومت پیشین را در کابل بازداشت کردند. منابع محلی میگویند که طالبان 3 تن به شمول یک جنرال حکومت پیشین را به اتهام عضویت در حزب روند سبز در مربوطات شهر کابل بازداشت کردند. منابع به روزنامه 8 صبح تایید میکنند که نیروهای استخبارات طالبان عیسی خان از جنرالان بازنشسته حکومت پیشین و پسرش به نام نجیب الله روز شنبه 1 ثور از خانهش در منطقه خیخانه شهر کابل بازداشت کردند. و گفته منابع، جنرال عیسی خان پیشینه کار در ریاست عمومی امنیت ملی حکومت پیشین را داشت، اما از چند سال به این سو بازنشسته شده بود. منابع می افزایند که طالبان خوج امیر مجاهد مسئول فدراسیون پاورلیفتینگ کابل را نیز حوالی ساعت 10 پس از چاشت روز شنبه 1 ثور از خانهش در منطقه 500 فامیلی خیرخانه شهر کابل بازداشت کردند. و گفته منابع، نیروهای استخبارات طالبان وارد خانه مجاهد شدند و ای را با خشونت و تهدید با خود بردند. افراد بازداشت شده هم از باشندگان اصلی ولایت پنجشیر هستند و در شهر کابل زندگی می کردند. هرچند طالبان به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند،
اما روز گذشته عبدالحمید خراسانی یکی از فرماندهان قطعه بدرین گروه در صفحه اکس خود ادعا کرده بود که او 35 تن از اعضای روند سبز را بازداشت کرده است. با این حال منابع میگویند که افراد بازداشت شده عضویت در حزب جریان ندارند و به خاطر همروستایی بودن با امرالله صالح بازداشت شدند. دست کم 28 طالب در بدخشان به دلیل خوردن غذای آلوده به چرس مسموم شدند. منابع محلی در بدخشان از مسمومیت دست کم 28 جنگجوی طالبان در ولسوالی بهارک این ولایت خبر می‌دهند. منابع معتبر روز یکشنبه 2 سور تایید کردند که این 28 جنگجوی طالبان دو شب پیش در یک قرارگاه نظامی مربوط به وزارت دفاع این گروه در مرکز ولسوالی بهارک به دلیل خوردن غذای آلوده به مواد مخدر نوع چرس مسموم شدند. منابع از شفاخانه ولایتی بدخشان ادعا دارند که این جنگجویان طالبان پشتون تبار بودند و همکنون در شفاخانه بستری هستند. منابع افزودند که وضعیت صحی 3 تن آنان وخیم بوده و صبح امروز به کابل منتقل شدند. مولوی عبدالکبیر به پنجشیر سفر کرد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان به پنجشیر رفته و با مسئولان محلی و شمار از باشندگان این ولایت دیدار کرده است. رسانه های نزدیک به طالبان از سفر مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای این گروه به پنجشیر خبر دادند. بر اساس گزارش طالبان، حافظ محمد آقا حکیم ولی طالبان در پنجشیر گزارش کارکردها و دستاوردهای اداره محلی و نیز مشکلات و پیشنهادات باشندگان این ولایت را با معاون سیاسی ریاست الوزرای این گروه شریک ساخته است. زلنسکی: آمریکا نمگذارد اوکراین به افغانستان دوم مبدل شود. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از تصویب کمک 61 میلیارد دلاری واشنگتن به کیف توسط مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که اوکراین با حمایت ایالات متحده به افغانستان دوم مبدل نخواهد شد. آقای زلنسکی امروز یکشنبه 2 سور پس از تصویب لایحه کمک 61 میلیارد دلاری آمریکا در مجلس نمایندگان از این کشور قدردانی کرد، اما از واشنگتن خواست تا به صورت فوری این لایحه را به قانون تبدیل کند و انتقال واقعی تسهیلات را پیش ببرد. او در گفتگویی با شبکه NBC گفت تصویب این لایحه یک پیام قدرتمند به روسیه ارسال می کند که واشنگتن در کنار کیف نیستد و به افغانستان دوم مبدل نخواهد شد. رئیس جمهور اوکراین در این گفتگو افزود که این حمایت نیروهای مسلح اوکراین را تقویت می کند و ما یک شانس برای پیروزی خواهیم داشت. مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه با 311 رأی موافق و 112 رأی مخالف در نهایت کمک 60.84 میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرد. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.